دوباره خوش آمدید بیننده خوب نازنین بحث ما در مورد تشخیص وسواس بود و در مورد از عزیز صحبت داشتیم که بین اختلال وسواسی اجباری و اختلال تیک یک ارتباط بسیار محکم وجود داره یعنی اکثر کسایی که وسواس داره دچار تیک عصبی ها می باشد بیاییم کمی گفه یک مرور کنیم چی گفته دا کتاب دیزنگر یک اسپیسیفایر مرتبط با تیک به dsm 5 اضافه شده است زیرا روانشناسان به این نتیجه رسیدند که بین اختلال تیک و ایجاد و پیشرفت تو سیدی یک رابطه محکم وجود دارد در اسپیسیفایرهای وسواس خواندیم که تیک ها شامل کردن چرا؟ چون؟, چون متوجه شدن یک ارتباط تنگ تنگ بینشان وجود دارد dsm 5 سه اصطلاح اسپیسیفایر تایپ و سب را مترادف با کار میبرند هرچند برای آنها تعریف نسبتا متفاوتی تعیین کرده است یعنی بعض جای اسپسیفایر میگه بعض جای تایپ میگه بعض جای سب میگه تقریبا مفهوم مشابه میرسند اسپسیفایر تیک برای اختلال اوسیدی در واقع یک نوع فرعی اوسیدی است اختلال وسواسی اجباری مرتبط با تیک دلیل روانشناسان سال هاست که بین اوسیدی و اختلال تیک روابط زیادی وجود دارد از جمله ای نزدیکی را در نظر میگیرن چون میگه بین وسواس و تیک یک سلسله ارتباطات است کدام یک سپتوم ها امپوشان است یعنی سپتوم های وسواس علایم وسواس عراض وسواس در تیک می تانید. از تیک در اینجا بین هم امپوشانی دارد آسی... آسی پذیری جنیتیکی یعنی تقریبا نمو عواملی که در با وجود آمدن وسواس است در هم از نظر ژنتیک وجود داره و علل پشت پرده نیرو بیولوژی یعنی عوامل نیرو بیولوژی ارتباط یعنی اصاب و بدن بیولوژی تغییرات بدنی که در وسواس ش... سهم داره در تیکام سهم داره هم او و هم اختلالات تیک ممکن است با سایر سپتم های مشکل ساز مرتبط باشند. از جمله مشکلات،, مشکلات خلقی یا مود در یا مود پرابلم بنان یک گپ دیگه شونی که ببینین اون با خ... مشکلات خلقی ارتباط داره یا دیگه مشکلات استرابی و مشکلات رفتاری این این های تیک و وسواس نشون میده بنگام درمان هر کدام از این دو نوع اختلال موارد بالا باید در نظر گرفته شود بعد از به چاپ رسیدن DSM-5 در سال 2013 در تاریخچه گفته بودیم که کتاب DSM-5 که توضیح میکنیم در 2013 چاپ شد فعلا 2021 است که ما این کتاب خدمتان تشریح میکنیم 8 سال گذشته تا انوز DSM-6 جور نشده بعضی بیمارستان ها و شفاخانه ها یک بخش مخصوص را اندازی کردند تا در مورد در دو اختلال تحقیق شود مثلا بخش تحقیقاتی جدیدی به نام DT او آر Division of Tick, Obsessive-Compulsive and Related Disorder یعنی اینو یک بخش جور کردن که در اونجا اختلالات تیک و وسواس و چیزهایی که مرتبط از اینا تشریح میکنند مثلا این در کدام شفاخانه جور شده؟ در شفاخانه منس سینیا دیپارتمند جور شده افراد مبتلا به اختلال وسواسی اجباری مرتبط با تیک معمولا مرد هستند و شروع یسیدی در آنها بسیار زودنگام است معمولا قبل از یاد سالگی یعنی کسایی که تیک آم دارن وسواس هم زیادتر در مرداست هست وسواس آنها معمولا درباره مسائل مرتبط با دقت و قرینگی یکی زیاد دقت میکنن یکی قرینه یعنی دو طرف یکسان باشه و اجبار آنها معمولا در مورد نظم دادن و مرتب کردن اشیا به بر صورت ولی نتیجه از این که شما گیچ نشینم راه دی بس است که بین وسواس و تیک یک ارتباط است و دلایلش هم گفتیم چی دلایلی بوده که روانشناسا در نظر گرفته شیوی اوسیدی چقدر است چه یعنی چقدر مردم جامعه دو چهار اوسیدی هستن گوش کنین شیوی اوسیدی معمولا تدریجی است و بیشتر در اوایل نوجوانی یا اوایل بزرگسالی و پیش از یک رویداد دا استرزا یعنی معمولا کسایی که میگن میگه چرا وسواس شروع میگه بعد از مرگ قصه میکنه یک از خود از دست دادم مرد شدم تاوان کردم یک چیزی را یک اومده بعدش وسواس شروع شده. مثلا پیش خانم مثل بعد از آملگی شروع شده بعد از زایمان میتونه شروع شده باشه و مشکلات در آب تاتیفی و شغلی مثلا وظیفه خود از دست داده یک شکست تاتیفی خورده ظاهر می شود حدود دو درصد مردم در مرحله زندگی خود به اوسیدی دوچار می یعنی از هر صد نفر حدود سه نفر دیدن زربی. با گزارش DSM5 نرخ شروع 12 ماهه برای اوسیدی در امریکا یک فیصد و در سطح جهانی یک یک تا یک درصد است. تعداد زنان بزرگسال مبتلا به اوسیدی اندک بیشتر از تعداد مردان بزرگسال است. اما در کودکان پسرها بیشتر از دختران مبتلا میشه تحقیقاتی که اثر عوامل فرهنگی در شیوع و بروز عوارض رو را مطالعه میکنیم بسیار اندک است به این حال روانشناسان به این نتیجه رسیدند که ویژگی های کلی افراد مبتلا به اوسیدی صرف نظر از زمینی فرهنگی عبارت است تعداد بیشتر زنان نسبت به مردان در زنان میگه است و شروع این اختلال در سینین نسبتا پایین ده کل فرهنگ و تقریبا میگم است احتمال این که مردان علاوه بر اوسیدی به اختلال تیک نیز مبتلا باشند بیشتر از زنان است تنها خود اختلال وسواسی اجباری در خانه زیاد است ولی او اینایی که هم اختلال وسواس اجباری دارن هم تیک باز در زیاد است زنان بیشتر در مورد تمیزی وسواس دارن در مورد پاکی وسواس دارن و مردان بیشتر افکار ممنوع و وسواس تقارن دارن فکرهای آزار دهندی ده جنسی اینا در زینشان می آورد تقارن که دو طرف ترتیب به در نظر می گیرن یک سان مالو چه اگه یک اشاریش در نظر تو فکر کنی از نفر دو نفر حالا اگه صد نفر برنامه را می دو نفر ما چهار وسواس هستیم این فیصدیش از در جامعه خب اما ام شما تعریف وسواس فهمیدیم هم اگه هم میارای تشخیص و هم گپ دیگه را که فهمیدیم دوستایی نازنیم شیویش فهمیدیم درس ها دسته. که حدود دو درصد هستن. موضوعی دیگه که میخوایم در موردش صحبت کنیم علل اوسیدی سوال پیدا میشه خود دکتر صرف فهمیدیم این مریضی را تقریبا شناخت علتش چیست؟ گوش کنین بنگام صحبت از ریشه های او اوسیدی باید به خاطر داشته باشیم که اوسیدی یک مشکل روانی است و تعداد ویژگی های کاملا متفاوت و اغلب مستقل داره یعنی برای خود بعضی مشخصات داره مثلا وسواس ها همیشه با اجبار های کامپالژن همراه نیستند و دو نوی از شایدترین ترین یعنی شستن و چک کردن به ندرت همراه با هم روی میدهند یعنی بسیار کم واقع میشه که یک شخص هم وسواس شستن و اجبار شستن داشته باشه هم چک کردن یکی از می به همین دلیل بسیاری از نظریه های مربوط به ایتولوژی و سیدی صرفا به بعضی از ویژگی ها می پردازن. مثلا نظریه سرکوب افکار فقط به توضیح, اف... توضیح سرکوب افکار سرکوب افکار وسواسی می پردازن. و این نظریه ها برای توزیع کامل و سیدی ترایی نشده به یاد داشته باشید که از سرکوب سپریشن صحبت می‌کنیم نه واپسرانی رپریشن این دو نوع میکانیسم دفاعی است که در موردش فکر میکنم قبلا برتان معلومات دادم با میکانیزم های دفاعی گپ چی بود خلاصی گپ بر شما بگویم جان کلامی بود که وقتی علل وسواس میگیم یعنی تو خوب علل بسیار مشخص نداریم که کل وسواس در نظر بگیره بعضی علت ها بعضی انواع خاص وسواس میتونه تشریح کنه اما کل وسواس شامل شده نمیتونه ولی روی هم ما و شما میفهمیم که به صورت عمومی در مشکلات روانی یک مثلث در نظر میگیرن در علتش بایو سایکو سوشیال برش میگن یعنی علتای بیولوژیکی علتای روانی و علتای اجتماعی دخیل است در یک مریضی روانی خب بینندای نازنینم اول بیاین که ما و شما عوامل بیولوژیکی وسواس یک مختصرا ببینیم چی گفتم می شروع سیدی را باسی به مغزی شدید یا تورم مغزی مرتبط دانست یعنی بعضی از ضربه سرشان میتونه وسواس پیدا کنند موضوعی که میتونه نشان دهد در بعضی انواع اوسیدی نوع نقص نیروفیزیولوژیک وجود دارد این نقص باعث می شود تا درباره درست انجام شدن همه کارها تردید به وجود آید و این تردید یکی از ویژگی های اصلی انواع اسیدی است مناطق مغزی مهم در این زمینه عبارت از مناطق پیشانی و عقده های پای است وقتی به افراد مبتلا به اسیدی معرکای مربوط به وسواس یا اجبار نشان داده می شود. مثلا در قفل نشده است جریان خون در مناطق پیشانی و در قده های پایه افزایش می و در واقع نشان میدهد که این مناطق در نقش دارند خو تجاربی است که انجام میتن گپیز، است ضربه سر میتونه مشکل ایجاد کنه و دو قسمت مغز اگر آسیب میخوره یالت با وجود میه یکی قسمت پیشونی یکی قده های پایه که اینا کدام وقتی به خیر فرصتی باشه یا از کدام متخص دعوت یا من مغز اشاره کنم میفهمین تن فعلا هم که آسیب مغز میتونه وسواس به با وجود بیاره بعضی مطالعات نوروسایکولوژی نشان میدهند که افراد مبتلا به اوسیدی در پردازش اطلاعات و عملکرد اجرایی فراشناخت نقص دارند اما تا قبل گفتیم منظور از عملکرد اجرایی فرآیندهای درگیر در برنامه‌ریزی و کنترل توجه است که فراشناخت و خود تنظیمی نیز نامیده میشه یکی از گپ است که شخص در این مدیریت رفتار خود مشکل داره که دوچار وسواس میشه پیش روی خود گرفتن میره تکرار میکنند دلیل که اگر ما پیشلی خود بگیریم دست خود تکرار نشویم وسواس نیست از جمله این نقصان میتان به نقص حافظه کوتامدت فضایی بازشناسی فضایی توجه دیداری حافظه دیداری و آغاز واکنش حرکتی اشاره کرد اما این گونه نقصا در عین حال که توانند به شک کردن در مورد درست انجام شدن کارها کمک کنند الزاما نشان نمیدهند که نقصای نیروفیزیولوژیک یک علت اخت، اختلال و او سی دی اصلا به هر صورت گپ دوم در آسیب مغز و همچنان همی که در انمی چیزایی که نام بردیم در حافظی کوتامدت ما مشکل باشه میتونه ایالت دقات نور به وجود بیاد تحقیقات نوروسایکولوژی معمولا به مطالعه افراد مبتلا باسیب سیب مغزی میپردازند و اثر آنها در عملکرد اجرایی مربوط به اسید را مورد بررسی قرار میدهند اما چون این آسیب ها میتوانند به های شبیه های مورد مشاهده در اسیدی منجر شوند نمیتوان گفتم گفتم افراد مبتلا به اوسیدی چنین آسیب و مغزی رنگ میبرند یک توضیح دیگر درباره نقص در عملکرد مغز و بر حاصل از مطالعات تصویر برداری از مغز استوار است بعضی روانشناسان عقیده دارند که وسواس و کمبلشن به صورت ژنتیک ذخیره شدن و رفتارهای هستند که فرد یاد میگیرد خب ببینید میگه به صورت ژنتیکی در وجود ماست و اون زمینه فرام است و ما رفتار وسواسی رو یاد میگیریم با بقیده آنان مغز نمیتواند رفتارهای کمپالسیو را که به صورت ژنتیک ذخیره شدن من یا بازداری کنه چون میگه مغز پیشوری از این رفتارها را گرفته اون را تکرار میکنه شخصان ها از شواهد بعد از آمده است تصویربرداری مغزی استفاده میکنه. تا نشاندن های OCD با علت ناتوانی در عملکرد مغز هستند یعنی اینا میگه تا تصویربرداری پیدا کردن که شخص کارای اجباری را انجام دادا میتونه یک نقص در عملکرد مغز است که خودش پیشوری خود گرفته نمیتونه این مثل یک موتر بی فکر کنیم که دیگه سرعت زیاد میشه برک گرفته نمیتونه یعنی مغزشان برکه وسواس نداره در اقده های پایی مغز مدارهای های بازدارنده باعث کمپلشن های اسدی میشه این فرضیه ممکن است در مورد مجموعی بسیار محدودی از رفتارهایی که با کمپلشن نشان داده میشن صد کند یعنی عقیده بر این است که فقط تعداد محدودی از رفتارها به طور ژنتیک داخل شدند با این حال این فرضیه ممکن است سادنگاری بیش از حد این موضوع باشد که ساختارهای مغز مثل پای در اسدی نقش دارد خلاصه گپ در عوامل بیولوژیکی یکی آسیب مغزی شامل است یکی ساختار مغز خوب نیست از نظر وظیفوی آناتومیکی که نمیتونه پیشوری از زمین وسواس بگیره و عامل ژنتیکی بعضی داروها مثل پاکسیل و پروزاک که نامای کمپانی را گرفتن نامای تجارتی را که هدفش پروزیتین و فلوگزیتین است سطح سیروتونین فعال در مغز رو افزایش میدن و در درمان افراد مبتلا به اوسیدی موثر واقع میشه یکی از دواهایی که در تداوی وسواس استعمال میشه سارایس. و اینا چی میکنن سیرتونین زیاد میکنن سیرتونین زیاد میکنن خیر از اینجا روانشناسا میخواد یک چیز دیگر رو میگیره دلیل تا یعنی از اثر کمبود سیرتونین هم وسواس به وجود نگوش کنیم به همین دلیل بعضی روانشناسان این فرضیه را مطرح کردن که نقص یا کمبود سیروتونین ممکن است به اوسیدی منجر شود همچنین سرعت میتابولیزم در منطقی کورتکس اوربیت و فرانتال در مغز افراد به با ابتلا به اوسیدی بسیار زیاد است در اینجا میتابولیزم در قسمت مغز زیاد است بعضی داروها سرعت میتابولیزم منطقه را کاهش میدن و همچنان از سپتوم های وسواس اجباری نیز بعضی دواز کمی میتابولیزم کم میکنه وسواس هم کم میکنه وقتی با افراد مبتلا به اوسیدی تصاویر یا شایی که معمولا باعث تحریک سپتوم هایشان میشد نشان داده میشد مثلا نشان دادن یک دستکش کثیف به کسی که وسواس پاکیزگی دارد در این منطقه از مغز فعالیت بیشتری مشاهده می شود یعنی در کجا در کورتکس اوربیت و فرانتل منطقی در کورتکس پرفرانتل است و چون درست بالای عدقی چشم قرار دارین در این قسمت است در نامش از اوربیت استفاده شده اوربیت در ناتومی این منای عدقی چشم می میده. یا فریک چشم ده او قرار دارد به این ترتیب کورتکس اوربیت فرانتال به این مناس قشر مغز یک کورتکس قسمتی از کورتکس پروفرنتال است که بالای عدقه قرار دارد خواهی از این توضیح که بگذاریم من خلاصه گفه بگیم دوستایی نزنیم که شما گیج نشین راش. آسیب مغزی خراب بودن مدارهای مغز خوب کار نکنه مغز قسمت فرانتال مغز یا اوربیتو فرانتال اینا ساختمان است که در باوجود وجود آمدن وسواس اگه خوب کار نکنن نقش داره همچنان کم شدن سیروتونین میتونه باعث تشکیل وسواس شود این علت های بیولوژیکی بود یک وقفه میگیریم به تقریر سر علت های روانی وسواس صحبت خواهیم کرد